بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خانم گودرزی عزیز، احوال شما؟ سلام، روزتون بخیر. مرسی، شما خوب هستین؟ متشکرم و ممنونم. امروز در خدمت شماییم با مبحث به شدت جذاب روانشناسی شناختی، البته ضبط دوم، چون ضبط اول لپتاپ من پوکید پرید، مجبوریم دوباره از اول بگیریم. من دیگه تریبون رو میسپارم دست شما که شروع کنید، چون من هرچی اومدم سوال میخوام طراحی بکنم نمیتونم مثل سری پیش، با اینکه این دفعه میدونستم چیه، برای همین معرفی و مقدمه رو میسپارم به عهده خودت. چشم، یه معرفی کوتاه اگر بخوام از خودم بکنم. کارشناسی روانشناسی و دانشجوی ترم آخر ارشد روانشناسی عمومی. علاقه مندیم توی روانشناسی نوروساینس و روانشناسی شناختیه. تو همین حوزه دارم کار میکنم با دستگاه تحریک مغزی و توی همین حوزه هم دارم پژوهش انجام میدم. این یه معرفی. اگر بخوایم روانشناسی شناختی رو توضیح بدیم، باید بگیم که روانشناسی شناختی توی حوزه پردازش اطلاعات و فرایندهای ذهنی مثل زبان، تفکر، ادراک، یادگیری، حافظه مطالعه میکنه. اگر بخوایم به طور علمی بگیم چگونه فکر کردن انسان رو مورد بررسی قرار میده، یه حوزه جوانیه توی روانشناسی از دهه 1950 تا 1970 خیلی برجسته شد. بعد تا قبل از اون مکتبی که رواجش رفتارگرایی بود، رفتارگرها با فیلسوفا و نظریه پردازهای قبل از خودشون متفاوت فکر میکردن. یه خط زمان اگه بخوایم بکشیم، فیلسوفا و نظریه پردازهای قبل از رفتارگرایی شخصیت رو از نظر ذهنی و تحلیلی بررسی میکردن، اما رفتارگراها خیلی عینی‌گرا بودن و میگفتن که هر چیزی که مستقیما مشاهده بشه اون رفتاره و معتقد بودن که همه چیز رو میشه توی رفتار اندازه بگیریم و خود رفتار هم با اصولی مثل پاداش، تنبیه و شرطی سازی شکل بدیم و یا تغییر بدیم اون رفتار رو. و میگم به شدت معتقد بودن که چیزی که عینی باشه و کاملا قابل مشاهده باشه رفتاره. یعنی میگفتن که شما اگر توی دوره آموزشی میرین، اون دوره باعث میشه شما یه جور دیگه ای فکر کنین، نگرشتون به خودتون یا دنیا یه جور دیگه ای باشه، یه جور دیگه ای تصمیم بگیرین. نمیشه گفتش که یادگیری صرفا رخ داده یا یه رفتاری وجود داره این وسط. تا زمانی که شما نتونین از اون دوره یه رفتاری رو تولید بکنین که عینی باشه و قابل مشاهده باشه، میتونیم بگیم از نظر رفتارگراها دوره نتیجه‌ای نداشته. شما باید یه رفتاری رو تولید بکنین عینی و قابل مشاهده باشه که رفتارگراها بگن اون دوره مثلا نتیجه داشته، اون دوره آموزشی. دو تا اصلی که رفتارگراها بهش باور دارن و اصلا اومدن این دو تا اصول رو معرفی کردن، اصول محرک و پاسخ بود. این دوتا عنصر توی رفتارگرایی خیلی مهمن. حالا یه سری جزئیات هم دارن که حالا محرک‌های شرطی و غیر شرطی و پاسخ‌های شرطی و غیر شرطی، ولی خیلی کلی اگر بخوایم بگیم، معتقد بودن که یه محرکی در دنیای بیرون اتفاق میفته و ما یه پاسخ، یعنی تولید رفتار این مدلیه که یه محرک اتفاق میفته، ما اون محرک رو دریافت می‌کنیم، سریع پاسخ بهش میدیم. اگه بخوام یه مثال بزنم، مثلا یه بچه داره توی پارک راه میره، دستشو میزنه به یه گل، روی اون گل زنبور نشسته و زنبوره دست بچه رو نیش میزنه. خب این قطعا یه محرکه و دفعه بعد که بچه میره پارک احتمال داره که دیگه دستشو به گل نزنه، یعنی پاسخش اینه که اجتناب میکنه و دستشو دیگه به گل نمیزنه. یا مثلا توی بچه‌ها خیلی دیدیم دست می‌زنن به بخاری می‌سوزه و دیگه دفعه بعد دست نمی‌زنه، یه محرکی رخ داده و پاسخ بچه اینه که دیگه دست نمی‌زنه. این هم یادگیری مدل اسکینر دیگه. آره. روانشناسی شناختی گفتن که قضیه اینقدر ساده نیست، یعنی ما به عنوان یک انسان انقدر منفعل نیستیم که یه محرک رو بگیریم بدون پردازش پاسخ ارسال بکنیم. گفتن که درسته محرک وجود داره، درسته پاسخ وجود داره، ولی این بین
ما به عنوان انسان یه سری فرایندهای ذهنی داریم انجام میدیم روی اون محرک ها. انقدر منفعل نیستیم. ما وقتی که محرک رو دریافت میکنیم تا زمانی که بخوایم یه پاسخی رو ارسال بکنیم روش پردازش انجام میدیم. پردازش های اطلاعات ذهن ما انجام میده. و معتقد بودن که ذهن ما شبیه کامپیوتره و کامپیوتر هم شبیه ذهن ما، اصلا این دوتا میتونن جایگزین هم دیگه بشن. یعنی میگفتن که ما برای این که بتونیم پیشرفت کنیم توی تکنولوژی میتونیم از چیزهایی که در مورد ذهن میشناسیم کمک بگیریم و برای این که ناشناخته های ذهن رو کشف کنیم از پیشرفت های تکنولوژی کمک بگیریم. اینقدر که این دوتا شبیه همه. یعنی همون جوری که کامپیوتر ما یه دیتایی میدیم پردازشش میکنه خروجی به ما میده، ذهن ما هم دقیقا همین کار رو انجام میده. این پیش‌فرض شناختگراها بود. منتها باز من میگم نظریه رفتارگرایی رو نقض نکردن، اصلا کلا نظریه ها مخالف هم دیگه نیستن. مثلا یه نور افکن اومدن روی یه قسمت دیگه ای از حقیقت نور تابوندن و گفتن این مثلا یه سری چیزها هست. و سوالشون هم این بود از زمانی که ما محرک دریافت میکنیم تا پاسخ میدیم این مثلا یه سری پردازش ها اتفاق میفته. حالا این پردازش ها چیا هستن؟ اصلا ذهن ما چجوری اطلاعات رو دریافت میکنه، به خاطر میسپاره و بعد به یاد میاره؟ اصلا چجوری یاد میگیره ذهن ما؟ و انقدر اینا اوج گرفت رسید به انقلاب شناختی. این تا اینجا اوکی همه چی؟ ادامه بدم. خب آلبرت الیس روانشناس آمریکایی اومد یه رویکردی رو پایه‌گذاری کرد، رویکرد درمانی رو، رویکرد درمانی رفتار درمانی عقلانی هیجانی. و پیش‌فرضش این بود که ما انسان‌ها عوامل بیرونی اونقدر قدرت ندارن که ما رو از پا در بیارن یا حال ما رو تحت تاثیر قرار بدن. و چیزی که باعث میشه حال ما تحت شعاع قرار بگیره باورهای منطقی و غیر منطقی ماه. تحت این عنوان اومد یه مدلی رو معرفی کرد، مدل ABC. مدل ABC هر کدوم از این حروف یه مفهومی رو میرسونه. A-ش Activating Event میگه یه سری اتفاقات هست که نمیذاره ما بخواستم برسیم. حالا این اتفاقات میتونه درونی باشه، میتونه بیرونی باشه. و رویداد تحریک کننده که هیجانات و احساسات ما رو تحریک میکنه و میتونیم یه واکنش عجیب غریب نشون بدیم. قسمت دوم این مدل، قسمت B، بیلیفه. باورها، ارزشها، انتظارات، نگرشها، عقاید و افکار ماه که میتونه تحت تاثیر اون رویدادهای تحریک کننده بالا بیاد و حالا همه اینا میتونه منطقی یا غیر منطقی باشه. بعدی قسمت سوم کانسیکوئنس پیامدها میشه، خودش معنی پیامدها میده و یعنی رفتارهایی که ناشی از همون باورها و تفکر و اندیشه های ماه که میتونه به یه سری هیجانات، احساسات و رفتارها منجر بشه. اگر بخوام یه مثال بزنیم که جا بیفته کامل، دو نفر میرن سر کار، میخوام برن سر کار، دوتاشون هم میخوام با اتوبوس برن. وقتی میرسن اتوبوس رفته. نفر اول رویداد، پس رویداد تحریک کننده یکیه، محرک یکیه، اتوبوس رفته و اینا جا موندن از اتوبوس. دوتا آدم داریم با یه رویداد تحریک کننده. نفر اول اون باورهای غیر منطقی فعال میشه و میگه که من چقدر بدبختم، از سر صبح بدبختی های من شروع شد، من چقدر بدشانسم، من این همه تلاش کردم باز دیر رسیدم، کلن زندگی با من یار نیست و به زمین و زمان فرش و بد و بیراه میگه. نفر دوم همون اتفاق براش رخ داده ها، ولی میگه که اتفاق میفته دیگه، شاید اصلا من دیر کردم یا نه اتوبوس زود رفته، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم الان، و میگرده دنبال راه حل. مثلا میشینم تا اتوبوس بعدی بیاد، دیرمه، تاکسی میگیرم، استاد میگیرم، یه جوری خودم میرسونم بالاخره سر کار. این باورهای منطقی داره این آدم که داره دنبال راه حل ساله میگرده. اگر بخوایم با رفتارگرایی بریم، رفتارگرایی میگه محرک پاسخ و تو باید یه پاسخ، یعنی دوتا آدم که داریم دوتاشون باید یه پاسخ بدن. و حالا ممکنه اون
یادگیری هایی که توی محیط داشتن بتونه تاثیر بذاره توی پاسخشون. ولی روانشناسی شناختی میگه نه، یا این مدل ABC میگه که اون باورهای اون آدمایی که باعث شده واکنش های مختلف بدن. مثلا یه مثال دیگه بخوام بزنم، توی کنکور خیلی از بچه ها نتیجه دل بخواهشون رو نمیگیرن. خیلی از اونایی که نتیجه دل بخواه نمیگیرن میرن سمت افسردگی و مود پایین و دیگه هیچ کاری نمی کنن و شاید تا یکی دو سال اصلا سمت درس نیام. چی میشه که این اتفاق میفته؟ وقتی بچه ها نتیجه رو میبینن و میبینن اون نتیجه دل بخواهشون نیست، این باور فعال میشه تو ذهنشون که من یه آدم بیارزم، من بیارزشم، من ناتوانم، من سربار خانوادم، من این همه منابع رو استفاده کردم، امکانات خانواده، محیط خرج کردم و نتونستم ازش بهترین نتیجه رو کسب کنم. بنابراین همین باعث میشه که اون پیامده بره سمت افسردگی، مود پایین و رفتارهای حتی ممکن خطرناک‌تر. این شد مدل ABC. حالا توی این سیستم شناختی که گفتیم، توی تصمیم گیری، قضاوت، ادراک ممکنه سری خطا وجود داشته باشه. هر سیستمی یه سری خطاها داره. توی این سیستم شناختی ممکنه سری خطا وجود داشته باشه که باعث بشه خروجی که همون رفتار یا احساس ما هستش هم با خطا روبرو بشه. دانیل کارمن توی کتاب تفکر کندوسری از دو نوع تفکر نام میبره. میگه ما یه تفکر کند داریم، یه دونه تفکر سریع. تفکر سریع همون تفکری که سالها با ما اومده جلو، مال انسان اولیه است، به انسان اولیه خیلی کمک کرده، تونسته جونش رو نجات بده. انسان اولیه توی جنگل راه میرفته، از بین برگ‌ها صدای خشخش میشنوه و همون لحظه ممکنه خشکش بزنه، فریز بشه. برای اینکه این رفتار بهش به ارث رسیده که تو وقتی فریز میشه خشکت میزنه، اگر حیوان شکارگری بین اون درخت‌ها باشه نمیتونه وجود تو رو تشخیص بده، بنابراین حیوان رد میشه و بقای تو تضمین میشه. بنابراین این مثل یه رفتار تکاملی اومده جلو. خب در اون لحظه هیچ فکری نمیکنه، سریع فیزیولوژی بدنش این مدلیه که خشکش میزنه. اما خیلی جاها برای انسان امروزی دیگه فایده نداره، یعنی کارکرد نداره این مدل تفکر. خیلی از ماها حالا شاید شنیده باشیم، مثلا طرف داره تو خیابون راه میره، یه ماشین داره با سرعت زیاد سمتش میاد، به جای اینکه فرار کنه بره یا خودش رو نجات بده خشکش میزنه، بعد خودش میگه من نفهمیدم چی شد اصلا، یعنی دوست داشتم که برم ولی نمیتونستم. این دقیقا همون رفتار تکاملی بالا اومده و فعال شده. خطاهای شناختی، خطاهایی که توی سیستم شناختی هم هستن، دقیقا توی این قسمت از تفکر جا میگیرن. یعنی بدون اینکه طرف بخواد تجزیه و تحلیل کنه، بخواد قضاوت درستی داشته باشه، سریع فعال میشن و حکم ارائه میدن. و چون از نظر این خطای شناختی از نظر زمانی و صرف انرژی خیلی اقتصادی هن، خیلی یعنی میلیون ها سال تونستن خودشون رو تضمین کنن، بقای خودشون رو تضمین کنن و جلو بیان با ما. اما میگم باز خیلی جاها دیگه برای ما کارکرد نداره، میتونه به ضرر ما باشه و ما رو درگیر مشکلاتی مثل اضطراب، افسردگی، فرسودگی، اهمال کاری و حتی کمالگری بکنه. یه مدل تفکری هم که دوباره دانیل کانمان گفته بود تفکر کند بود و میگفتش که تفکر کند تفکریه که برای انسان امروزیه و کارکرد داره، تفکریه که میشه باهاش تصمیم های عاقلانه و منطقی گرفت. وقتی اتفاقی میفته فاصله بگیر و ببین این اتفاق چی بوده، چرا افتاده، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، تجزیه و تحلیلش کن و بعد تصمیم بگیر. خطاهای شناختی یه مدلی میشه گرفت با تفکر کن. جا افتاد؟ نه، اینترنت یه لحظه قطع وصل شد، به تیکه هایش وصل پینه ای شد. نه اوکی، در کل اوکی بود، ادامه. خطاهای شناختی شامل سوگیری های شناختی و تحریف های شناختی هستند. تحریف های شناختی مقداری شخصی تر هستند، توی انسان ها کم و زیاد هستند و توی مرحله به خاطر سپاری و یادآوری اتفاق می افتند.
ولی سوگیری شناختی کلی ترن و توی مرحله بازیابی اتفاق میفتن، ارزیابی ببخشید، مرحله ارزیابی اتفاق میفتن. حالا یه دیونه بعدی در تشو صحبت میکنیم و یه سری از مهمترین ها و جالبترین هاشو میگیم. توی این اپیزود خیلی کلی گفتیم. وقتی در مورد خطاهای شناختی صحبت میکنیم، سوال خیلی از آدما اینه که نمیشه حذفشون کرد، نمیشه از شرشون خلاص شد. توی ضبط اول خودتون هم این سوالو پرسیدین. اصلا آدما وقتی با این خطاهای شناختی برخورد میکنن، دقیقاً اولین سوالشون اینه. این که خطاهای این که بر ما کار کرد نداره، میتونه به ضرر ما تموم بشه، پس چیکارش کنیم؟ نمیشه ازش خلاص شد. باید بگم که خیر، هیچ کاریش نمیشه کرد، یعنی نمیشه حذفش کرد، چون که میگم میلیون ها سال با من اومده جلو و یه رفتار متمدنه، رفتار داره تاریخه، خب، و نمیشه به همین راحتی توی ساختار سیستم عصبی ما شکل گرفته، نمیشه به همین راحتی حذفش کرد. مهمترین کاری که میشه براش کرد اینه که بهش آگاه بود. وقتی که بهش آگاهیم، نصف مسیر رو جلو رفتیم. و وقتی که بهش آگاهیم، میدونیم که الان این خطای فعال شده، بنابراین من یه قدم میام عقب، با اون تفکر کنده تجزیه و تحلیل میکنم و اجازه نمیدم که اون خطای شناختی بخواد حکم کلی ارائه بده. اینجوریه که میتونیم مدیریتش بکنیم به نوعی. سوال جا افتاد؟ سوال که آره جا افتاده، ولی من دارم الان قشنگ واسه من الان مینویسم یه سری چیز دارم، چون قشنگ یه سری از فصله رفتار سازمانی مونه. یه چیز جالبی که واسه من هست اینه که فرضاً یه چیزی مثل خطای حاله‌ای خیلی شایع، همه تو حالا تو رفتار سازمانی من بخوام بگم خیلی زیاده که شما یک چیزی رو میبینی و کلن بر مبنای همون تصمیمت رو میگیری و راجع به یک فرد نتیجه گیری میکنی. من تجربه شخصی و حالا کسایی که دیدم این شکلی هن که باز هم با این که میدونن دوچار خطا شدن برمیگردن عقب تجزیه تحلیل میکنن، تجزیه تحلیل خیلی واسهشون سخته، چون انقدر تاثیر این خطا زیاده که باز نمیذاره شما منطقی فکر کنی به یک سری جوانه به دیگه. این رو چجوری میشه پوشش داد؟ خیلی جاها باید حواسمون باشه، یعنی همون تحلیله دوباره باید خیلی جاها اتفاق بیفته. اگر بخوایم خیلی فیزیولوژی طور پیش بریم، باید بگیم که عضله خطاهای شناختی قویه تو ذهن ما، بعد عضله تجزیه و تحلیلی عضله ضعیفه. بعد شما نمیتونی یه مثلا وزنه 10 کیلویی رو با یه عضله ضعیف برداری. انقدر باید توی زندگی روزمره با همین خطاهای شناختی کوچیک کوچیک سرکله بزنی، بشناسیشون، جلوشونو بگیری، تجزیه و تحلیلشون بکنی تا این عضله هم قوی بشه و اجازه نده که اون عضله شناختی، عضله خطاهای شناختی مانور بده. یه جورایی برای همه اولی سخته، بعد انقدر زیادم هستن این خطاهای شناختی، بعد خیلی هم اتفاق میافتن، واقعا سخته که همش بخوایم حواسمون باشه. اصلا یه جوری ممکنه ما رو به وسواس برسونه اگر بخوایم همش حواسمون باشه. ولی اگه میخوایم تصمیم درستی بگیریم، یه جایی که موقعیت حساسیه، میخوایم تصمیم درستی بگیریم یا قضاوت کنیم، خیلی اینجاها باید حواسمون باشه که خطاهای شناختی رخ نده. خب عالی، ادامه بدیم. منطقه ما یه سری محدودیت ها داره. همونجوری که میگیم قانون همه جا، قانون یه چیزیه که همه جا قابل اجراه، ولی یه جاهایی هست که این قانونی که جهانیه و همه جا قابل اجراه، اون محیط ها غیر قابل اجراه. مثلا قانون گرانش نیوتن، جایی که این قانون نقض میشه و غیر قابل اجراه، قلمرو کوانتومیه. از قضا توی ذهن برای حل مسئله و منطق، جایی که نمیشه قانون گذاشت و قانون غیر قابل اجرای، خود ذهن. یه تپ با هم بریم، حالا این دفعه قبل رفته بودیم ولی بازم بریم که بقیه هم بدونن. چشماتون رو ببندید و به فیل صورتی فکر نکنید. به هر چیزی که ذهنتون میاد فکر کنید، ولی به فیل صورتی فکر نکنید. چه اتفاقی افتاد؟ تونستین به فیل صورتی فکر نکنی؟ نه دیگه، وقتی فیل صورتی اول میگی همون میاد تو ذهنم.
خب فرقت نمیکردم، گفتم باز من تو ذهنم. یعنی من دارم تو دنیای بیرون این قانون رو میزنم که شما به فیل صورتی فکر نکنید، ولی دنیای درون شما و ذهن شما این قانون رو نمیپذیره، براش غیر قابل اجرایی که بهش فکر نکنه. بنابراین وقتی آدمی مثل همون مثال اولمون که از اتوبوس جا مونده بود میگه که من خیلی بدشانسم، نمیتونیم بهم بگیم که به این فکر نکن که تو بدشانسی، به این فکر نکن که تو بدبختی، اصلا بدتر اون فکر میاد. خب در دنیای بیرون وقتی که ما احساس سرما میکنیم میریم یه جایی گرم، وقتی گرسنمون میشه میریم دنبال غذا، خب یعنی یه جوری دنبال نیازامون میریم یا از اون محیطهایی که دوستش نداریم فرار میکنیم. اما تو دنیای درون هر چقدر که استعداد داشته باشیم، هر چقدر باهوش باشیم، توانمند باشیم، باز نمیتونیم از دست افکار و احساسات خلاص بشیم یا باز نمیتونیم از دست افکار و احساسات فرار بکنیم. افکار و احساسات هستن، میان و میرن، ماهیت گذرا دارن و نمیشه کاریش کرد. اصلا ذهن ما کارخونه تولید فکره، در روز هزاران فکر میسازه و ما نمیتونیم از دست اینا فرار کنیم. هر چقدر بیشتر فرار کنید اینا با سرعت بیشتری دنبالتون میان و بیشتر گیرتون میندازن. منطق فقط زمانی کار میکنه که شما روی متغیرهای موجود توی این بازی یا متغیرهای موجود توی این بازی رو کنترل میکنن کنترل داشته باشیم. حالا خود خطاهای شناختی یکی از اون متغیرهایی هست که داره توی این بازی بازی میکنه و ما باید روی اینا کنترل داشته باشیم تا بتونیم منطق رو فعال کنیم، منطق رو راه بندازیم. به این کار که حواسمون به همین خطاهای شناختی باشه از بالا نگاهش بکنی میگیم فرار شناخت، یعنی فکر کردن درباره فکر. خیلی ساده و روون بخوام بگم همه ما یه سری افکار منفی و احساسات منفی رو تجربه میکنیم، حتی بعضی هم ممکنه بهش اعتقاد هم پیدا بکنم، اما چرا هممون دچار افسردگی، استراب یا رنجهای هیجانی نمیشیم؟ فراشناخت میگه به خاطر اون باورهای فراشناختی که داریم، به خاطر اون مدلی که داریم به افکارمون فکر میکنیم. یه سریامون میتونیم با یه سری روش‌های سازگارانه تر، یه سری روش‌های انعطاف پذیرانه تر با اون افکار کنار بیایم، یه سری ها نه، یه سری باورهای عجیب غریب به اون فکر داریم و فکر میکنیم که اون فکر الان مساوی عمله و همین باعث میشه ما برسیم به سری مشکلات و دردها و رنجهای هیجانی. باورهای فراشناختی باعث میشن که ما بتونیم ذهنمون رو به طور سالم یا به طور ناسالم کنترل کنیم. حتی توی تعیین یا کنترل هیجان‌ها صرفاً محتوای افکار مهم نیستن، این که داریم چجوری به اون افکار فکر میکنیم و باور داریم هم مهمه. آریان اکبری معلم مدرس ژنتیکه و یه جمله خیلی جالب در مورد همین فراشناخت یا متاکاگنیشن داره، میگه تاثیر بد فکر کردن برای مغز مثل بد نشستن برای مهره های کمره و به مرور میاد این مغز ما رو تغییر میده. حالا فراشناخت یا متاکاگنیشن برای مغز مثل حرکات اصلاحی عمل میکنه، یعنی این بد فکر کردن یا افکار منفی که مدام داره میاد میره و همونا باعث هیجانات شدید و بد و منفی میشن، فراشناخت میاد اینا رو اصلاح میکنه، میاد باعث میشه که ما یه نگاه، یه بازبینی دوباره داشته باشیم بهشون و به طور سالم بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. اگه بخوام یه مثال بزنیم که کامل جا بیفته نقش فراشناخت که چقدر مهمه، اگر ما بیایم تفکر رو مثل یه گروه بزرگ ارکستر ببینیم، ما به یه رهبر ارکستر و به یه سری نوت‌های موسیقی و نوازنده کلن نیاز داریم که آهنگ خوش صدا و روی ریتم بشنویم. فراشناخت اون رهبر ارکستر است، اینقدر کارش مهمه چون داره بقیه رو هدایت میکنه، بازبینی میکنه روی کار بقیه و اصلا کلن فراشناخت محصول آگاهیه. گفتم برای ما، برای خیلی از ماها هیجان ها گذران، موقتی هن، میدونیم که میان و میرن،
و به خاطر همین یاد گرفتیم که وقتی یه هیجان منفی میاد بتونیم خیلی انعطاف پذیرتر باهاش کنار بیایم و اونو توی زندگیمون پذیرفتیم، براش جا باز کردیم، ظرفیت باز کردیم به نوعی برای اون هیجان ها. روی کرده فراشناختی میگه یه سری فراشناختواره های خاص باعث میشه که شما اون فکرها رو جدی بگیرین و بعد هیجانات منفی که میاد نتونید از دستش خلاص بشین و دیگه گذرا و موقتی نباشه. فراشناختواره ها باعث میشن شما با یه سری الگوی خاص فکر بکنین. یه پله بریم عقبتر، روی کرده قبلی که گفتیم روی کرده کلاسیک شناختی رفتاری، توی فرمول بندی اختلالات روانشناختی میگه که وقایع باعث ناراحتی و مشکلات ما نمیشن. اون تفسیری که ما به وقایع میدیم، اون معنی که ما به وقایع میدیم باعث میشه که ما درگیر سری مشکلات بشیم یا هیجانات منفی رو بیاره بالا. یعنی گفتیم اون ABCه، اون باور ماه که باعث میشه من خیلی بدشانسم، بنابراین حالم بد میشه، بنابراین غم، خشم، انزجار میاد بالا. و وقتی هم که یعنی میگن که مشکلات آدم ها تو نگاه تحریف شده یه که به خودشون و دنیا دارن، وقتی هم که میخوان میان تعدیل انجام بدن یا درمان انجام بدن، میان روی این قسمت باورها کار میکنن، روی کرده شناختی رفتاری، و محتوای افکار رو تغییر میدن. اما فراشناخت روکرد فراشناختی میاد اون شیوه تفکر رو نقد و بررسی میکنه. یعنی شاید که با محتوا کاری نداشته باشه، شیوه تفکر، جوری که ما به اون فکر میکنیم رو بررسی میکنه. یه مثالی یه چند تا بزنم جا بیفته خود این فراشناختی. خیلی از آدم ها هستن میگن که ما وقتی که نگرانی انگار اوضاع تحت کنترل ماه، حالمون بهتره، من اگه نگرانم پس دیگه چیزی نمیتونه منو به هم بریزه، برای همه اتفاقات آینده برنامه چیدم و میدونم که اگرم هر چیزی اتفاق بیفته من حواسم هست و برای چه برنامه خاصی دارم. یا نه مثلا میخواد بره بیرون، میگه من امروز که از خواب بیدار شدم اصلا حسشی، شما همش به من میگه تو میخوای تصادف کنی، بنابراین این یه استراب زیادی میگیره، اصلا ممکنه اهمال کاری فعال بشه، بیرونم نره هیچ کاری نکنه. این مدل فکر کردن به فکره، یعنی من یه فکر فعال میشه، بعد فکر یعنی بها میدم به اون فکره، میگم که خب این فکره که الان اومده برای من کارکرد داره، اگر من نگرانم پس خیلی خوبه، یعنی من میتونم خودم رو آماده کنم برای اتفاقای بعدی. تا یه حدی بله درسته، ولی از یه جایی به بعد که باعث میشه تو عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلیمون اختلال ایجاد بشه، خیلی میتونه ما رو درگیر بکنی به نوعی. یا خیلی این توی آدم های مذهبی خیلی زیاد به چشم میخوره که میگن که ما اگر به یه فکر خاصی فکر کنیم، یه فکر خاصی رو تجربه بکنیم، نشونه گناهکاری، انگار ما گناه کردیم و منجر به عذاب میشه. بابا فکره، گفتم ذهن کارخونه تولید فکره، میان و میره، فکر مساوی عمل نیست، نیست صرفا اون فکر که اومد تو ذهن شما گناه نکردی که، و با همینا باعث میشه به یه سری آشفتگی های هیجانی عجیب غریب برسن، صرفا به خاطر اینکه با اون فکر داره به نوع خاصی فکر میکنه. یعنی میگه اگه این فکر اومد پس من دارم گناه انجام میدم و مستحق عذابم، اینجوری میگن. حالا طبق تجربه شخصیم، شما وقتی اجازه میدید افکار بیان حرفشون رو بزنن، سری میره، تموم میشه، دیگه هم نمیاد، تا یه مدت خیلی زیادی نمیاد خیلی از افکار. من قبلا خیلی میجنگیدم شخصا، نه نباید این فکر بیاد، بعد دقیقا همین صحبتی که شما میکنه، همین دقیقا همین آش همین کاسه، فکر تکرار میشد، بعد دو سه روز مثلا من درگیر یه فکر بودم، هیچ اهمیتی هم نداشت این فکر، حالا اجازه به بعد، حالا من توی آهنگ رپ بود مال هابسین بود مثلا، یه همچین صحبتی شد که میگفت بذار افکار بیان حرفشون رو بزنن میرن، من این کارو کردم دیدم درست شد. واقعا درست میشه، میگم قواعد دنیای درون با قواعد دنیای بیرون فرق میکنه. اگر یه چیزی تو دنیای بیرون شما رو اذیت میکنه و فرار میکنین ازش، تو دنیای درون نمیتونین فرار کنین. اصلا اتفاقا باید
وایسین، نگاهش کنین و بپذیرینش و تازه میبینین که بعد از اون پذیرشه چقدر اون بار هیجانیش کاسته میشه. یعنی مسئله هم خواستم بگم یادم رفت، یادم رفت، ولی در مورد همین بود که باید باشون کنار بیم. حالا یادم اومد میگم، امیدوارم یادم رفت. چیزی یادتون رفت جان؟ میگم اون سری هم یه چیزی یه دونه میخواستید بگید یادتون رفت، بازم تکرار شد. خب ببینیم، امیدوارم که حالا یادم بیاد. یه چنین باورهایی، یه چنین افکار باورهای فراشناختی میتونه توی واکنش های ما و سازماندهی افکار ما خیلی تاثیر بذاره. میخواستم میگم خیلی نکته مهمی بود، میخواستم بگم که فروید یه جمله خیلی خوب و مهم داره در مورد سرکوب کردن افکار و احساسات. میگه امر سرکوبه بر میگردد این بار، یعنی شما درست الان سرکوبش میکنید و حالت خوبه که آها از دست این افکار خلاص شدم، از دست غم خشم خلاص شدم، ولی تا وقتی نتونستی بپذیریش، تا وقتی نتونستی جا براش باز کنی، یه مدت خیلی کوتاه بر میگرده و دیگه با همون شدت بر نمیگرده ها، با یه شدت خیلی بدتر بر میگرده. انگار یه فنره، دست تو فشار میدی، هر چقدر بیشتر فشار بدی که سرکوبش کنی، بالاخره یه موقعی باید دست تو برداری دیگه. بعد وقتی دست تو برمیداری میپره، خیلی دورتر هم میپره. دقیقا همینه. خیلی از آدم ها افکار و باورها رو مثل صدای شنیدن تیک تیک ساعت یا باریدن دونه های برف میبینن، یعنی افکار رو میبینن، میشنون، بهش رنگ و بو و طعم میدن و نمیدونن که این افکار با دنیای واقعی ما متفاوته. به این میگن سبک پردازش ایمی. یه سبک پردازش فراشناختی داریم که میگه افکار باید هوشیارانه با یه فاصله تجربه بشن، یعنی ما بین افکار و خودمون یه فاصله بذاریم و اینجوریه که میتونیم راحت بشینیم افکار رو ببینیم و براشون اگر خیلی مهمن براشون یه راه حلی بچینیم. دو تا عامل خیلی مهمه که این سبک فراشناختی، سبک پردازش فراشناختی، اولیش اینه که با افکار درگیر نشیم. درگیر نشدن با افکار یعنی چی؟ یعنی همین که بدونیم میان میرن و سوزنمون روی فکر گیر نکنه، بهش راه و برگ ندیم. افکار هستن و ما نمیتونیم براش کاری بکنیم، ولی مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که باشون درگیر نشیم. اگه فکر میاد من دیالوگ نکنم باهاش و ساعتها ببینم که من درگیر اون نشخوار فکری ام. همین میتونه ما رو دوچار خیلی مشکلات بکنه. مورد دوم این که بدونم که من از اون فکر جدا ام، یه فاصله ای دارم باهاش، اون فکر مساوی عمل من نیست و مثل همون باور افراد مذهبی اون فکر منجر به گناهکاری نمیشه. صرفا اگر من تو فکرم اینه که یه چاقو بردارم برم یکی رو بکشم، در دنیای واقعا یه چاقو بر نمیدارم برم یکی رو بکشم، یه فکره، میاد و میره. اگر یه چنین اتفاقی رخ بده، یعنی من یه فاصله بین خودم و افکارم قائل بشم و باهاشون درگیر نشم، خیلی راحت تر میتونیم همونطور که گفتیم افکار رو بپذیریم و دوچار یه سری مشکلات نشیم. بعد میتونیم دنیا و خود زندگی خودمون و بعد دنیا رو با یه تفسیر و معنی واقع بینانه تری عجین بکنیم، یعنی یه تفسیر و معنی واقع بینانه تری به خودمون، به زندگی خودمون و دنیا بدیم. نمیتونیم از این افکار فرار کنیم و باید اونها رو ببینیم تا وقتی که دنبال اینیم که از این افکار فرار بکنیم، اونا بیشتر دنبال ما میان و به محض اینکه میبینیمشون، میپذیرمشون، براشون جا باز میکنیم، خیلی آروم میشن، آروم میگیرن، اصلا انگار نیاز دارن که ما ببینیمشون. و اگر کسی هست که نیاز داره تو ببینیش، خب ببینش، اینقدر باش درگیر نشو. یه به عنوان ختمی که الان مولانا یه شعر داره و دقیقا این همه ای که گفتیم رو تو شعرش جا داده، خیلی هم یه بیت شعره کلا، خیلی هم قشنگ و واضح و مبرهن کامل. میگه جمله بیقراریت در طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت.
تمام. من اصلا عشق میکنم اشعار شاعرهای قدیمی ایرانی میاد وسط. خب من فکر کنم دیگه الان باید ختم جلسه رو اعلام کنیم، درسته؟ صحبت کلی تموم شد. مسئله مبهم موند. من سوالام آخه مثلا این اون موقع که گرفتیم من هنوز ترم شروع نشده بود، رفتار سازمانی نخونده بودم، الان رفتار سازمانی خوندم، یه سری چیزا رو بلدم، قشنگ یه سری گیر و گورام برطرف شده. شخص من ندارم خیلی سوال، خیلی حالا اپیزودهای بعدی قرار سوال داشته باشم، اونجا خیلی مهمه، ولی بقیه حالا سوال داشته باشن سوشال هاتون رو میخواید بگید که از اون طریق سوالاشون رو دوستان مطرح کنن، هرچند که حالا اینستاگرام هم دیگه میاد پست و حالا اونجا هم کسی کامنت بذاره شما هستید جواب. چشم، براتون میفرستم دیگه، هم پیج خودم هست هم یه آکادمی آموزشی داریم، مؤسسه ی آموزشی کلن، اونم خواستید براتون میفرستم، دوتا شد در خدمتون هست. بسیار خوب، پس تا حالا جلسه بعدی فقط یه پریویو بگیم از جلسه بعدی که قرار راجع به چی باشه. قرار دونه دونه بیایم یه سری خطاهای شناختی رو بررسی کنیم، ولی نه یه سری خطاهای شناختیه که خیلی داره بازگو میشه، چون حتی از همون خطاهای شناختی مثل همین خطاهای حاله‌ای، تعمیم یا خطاهای تایید مثلا، اینا رو هم توی اینترنت میتونم بگردم، همه خودم تو پیجم گذاشتم، یه سری خطاهای کمتر گفته شده در موردشون ولی خیلی مهم، اونا رو میخوایم بررسی کنیم. عالی، حل پس تا بعد، خدا نگهدارتون.